در قرن 20 بود که بنا شد موزه‌ای بین‌المللی در تورنتو ساخته شود. یعنی در سال 1912 کار طراحی آن شروع و در سال 1914 افتتاح شد. این ساختمان تاریخی 5 موزه از جمله موزه رویال اونتاریو را در خود جای داده و تحت نظر دانشگاه تورنتو بود. ولی در سال 1968 به موزه مستقلی تبدیل شد و سرانجام در سال 2007 ساختمان قدیمی بازسازی شده و در کنار آن سازه‌ای با طراحی شاهکارانه به عنوان سمبل تورنتو در قرن 21 افتتاح شد. دو معمار کانادایی، فرانک دارلینگ و جان پترسون، طراحان ساختمان اصلی موزه بودند، ولی کار طراحی نهایی ساختمان مولتی میلیون دلاری و مدرن موزه را دانیل لیپسکیند بر عهده داشت. سازی غول‌پیکری که از شیشه و آلومینیوم ساخته شده و شباهت کمی به دیگر آثار این معمار معروف دارد. این طراحی ویژه موزه رویال اونتاریو را به یکی از مشهورترین جاهای دیدنی تورنتو تبدیل کرده است. این موزه به غیر از 25 دسامبر در بقیه ایام سال پذیرای گردشگران شهر تورنتو است و در کمتر از 2 ساعت میتوان از بخش‌های مختلف موزه دیدن کرد. گفتنی است که مانند هر موزه دیگری باید برای ورود به این موزه مبلغی پرداخت شود. البته برای دانش آموزان، کودکان و دانشجویان تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.